با بهترین درودها بر شما همیهنان هم ارجمندم در همه جای جهان از همینک و در سی دقیقه پیش روی بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر خواهید بود که همچون همه شب مروری خواهد داشت بر تازه ترین اخبار دریافتی از ایران منطقه و جهان بازخانی گزارش و تحلیل های منتشره در مطبوعات و روزنامه های کسی انتشار تهران نخست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب و عناوین اخبار امشب ادامه بیوقفه واکنش ها نسبت به فرجام مذاکرات هسته با تازه اظهار موضع حسن روحانی افزایش تنش ها و جدل های جناهی میان دو قطب مردان نظام فقها ها با حجمعی توفنده رسانه های نظامیان علیه هاشمی رفسنجانی بروز بحران در حوزه های فرهنگی و انتشاراتی ایران با لغو اپرای سعدی از یک سو لقوه بنهای کتاب در نمایشگاه بین المللی از سوی دیگر و همینطور تایید بورسیه های غیر قانونی سرفصل اهم مطالب منتخب امشب پنجشنبه 27 فروردین ماه ایرانی است که در برنامه آن سوی خبر از تلویزیون ایران فردا به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید مشروع اخبار را آغاز می با تازه ترین اظهار موضع حسن روحانی رئیس جمهور ایران حسن روحانی روز گذشته گفت دنیا بداند که ما با پنج به علاوه یک طرفیم و نه با کنگره آمریکا. روحانی افزود مجلس سنا و نمایندگان رئیس جمهور و دولت آمریکا همه بدانند در این توافق اگر تحریم ها پایان نیابد توافقی در کار نخواهد بود به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و واحد مرکزی خبر آقای روحانی که در سفر خود به گیلان سخن می گفت تأکید کرد پایان این مذاکرات و زمان امضای توافق باید زمان اعلام پایان و لغو تحریم های ظالمانه علیه ملت بزرگ ایران باشد آقای روحانی گفته است تمام شرکت های اروپایی و حتی آمریکایی شرق و غرب و دولت های شرق و غرب در انتظار توافق نهایی هستند چون این توافق به نفع جهان و همه ملت ها خواهد بود و اما در سوی دیگر ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز به طرح کنگره آمریکا واکنش نشان داد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است حتی اگر قرار باشد کنگره آمریکا نقشی در تفاهم اتمی به دست آمده ایفا کند تهران باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را مسئول سرنوشت تا افق اتمی با ایران میداند به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای ظریف که در لیسبون به سر میبرد به خبرنگاران گفت این وظیفه قوه مجریه ایالات متحده آمریکا است که یک توافق بینالمللی به دست آمده را اجرا کند و ما دولت آمریکا و شخص رئیس جمهوری آمریکا را مسئول اجرای آن میشناسیم. در این راستا ورق میزنیم و مرور میکنیم برخی از روزنامه های امروز منتشر در تهران را که به تحلیل های با همین زمینه و مضمون پرداخته بودند از جمله روزنامه ایران ارگان دولت در ستون اول دفتر خود در یادداشتی به عنوان مصوبه سنا و آینده مذاکرات هسته‌ای تاکید می‌کرد که بیانیه سوئیس به عنوان سند راهبردی حل و فصل مسائل هسته‌ای ایران و مبنای نگارش سند نهایی تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک در نظر گرفته می شود. محمد زیایی بیگدلی ستون نویس روزنامه دولت که ذکر شده بود استاد حقوق بین الملل در دانشگاه نیز هست در تحلیل حقوقی نتیجه می گرفت که به باور اغلب حقوقدانان بعد از امضای توافق میان ایران و شش کشور موسوم به پنج به علاوه یک و مهر تایید شورای امنیت سازمان ملل کنگره نمیتواند این معاهده الزام آور بین را نقض کند اگر هم رئیس جمهوری آمریکا مطابق خواست کنگره بپذیرد که توافق نهایی را برای بررسی به کنگره بفرستد باز هم خدشه ای به اجرای معاهده وارد نخواهد شد مگر اینکه یک وضعیت ناگوار رخ دهد ده یعنی فشار سیاسی مخالفان توافق آنچنان شدت گیرد که اوباما ناچار شود به دولت ایران اعلام کند اقدامی خلاف قانون اساسی انجام داده و به همین دلیل معاهده باطل و یا از درجه اعتبار ساقط است همچنین در سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا هم در آلمان و در کنار دیگر وزرای خارجه کشورهای موسوم به گروه G7 می گفت ما خوشبین هستیم که بتوانیم تا افاق نهایی را به تصویب کنگره هم برسانیم در آلمان و در جریان دیدار وزرای خارجه کشورهای جی هفت فرانک والتر شتنمایر وزیر خارجه آلمان می گفت نکته این است که اگر ما بتوانیم به توافقی بر اساس چارچوب کلی دست پیدا کنیم بعد مسئله این است که بتوانید آن را از تصویب کنگره آمریکا بگذرانید آن سوی خبر را با آخرین خبرها از نتیجه نشست فنی تهران پی میگیریم. رضا نجفی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره نتیجه نشست فنی دیروز ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی می گفت درباره موارد اختلافی راه حل هایی پیدا شده و انتظار داریم در نشست بعدی دو موضوع باقی مانده نیز خاتمه یابد. نشست یک روزه ایران و آژانس با حضور هیئت پنج نفره آژانس دیروز در محل سازمان انرژی اتمی برگزار شده بود آقای نجفی همچنین گفته است قرار است کنفرانس بازنگری معاهده NPT در نیویورک طی یک ماه برگزار شود که ما و آژانس در این نشست درگیر هستیم و باید ببینیم چه فرصتی پیش می آید. در این راستا همچنان دو طیف حاکمیت روزنامه ها و رسانه های دو طیف حاکمیت به ارائه تحلیل ها و انتشار تفسیرهای مختلف میپردازند بر ضرورت بهبود رابطه با دنیا یا حل شدن مسئله هسته ای از جمله روزنامه ابتکار که از روزنامه های حامی سیاست های دولت روحانی است و عمدتا در طیف مدافع توافق هسته ای قرار میگیرد در یادداشت اصلی امروز با این پرسش که چرا بایستی با مذاکرات اخیر تیم دیپلماسی کشور همراهی کرد با چند معلفه و گذره به استدلال ضرورت دفاع از مردان مذاکره هستهی می پرداخت محمودی نویسنده این یادداشت در روزنامه ابتکار در بخشی از این نوشتار تحلیلی اشاره می کرد که به یاد داشته باشیم که کشورهایی چون روسیه کنونی چین و حتی کره جنوبی اروپای شرقی و حتی اخیرا کوبا زمانی شعارشان یک سر انکار غرب و نظام جهانی بود اما امروز همان کشورها به این نتیجه رسیدند که منافعشان در گرو ارتباط با نظام جهانی و مشارکت در آن است اکنون سوال این است که آیا چین کره جنوبی و اروپای شرقی امروز قدرتمندتر و مؤثرتر در نظام جهانی هستند یا چین کره جنوبی و اروپای شرقی دیروز آیا مردمان امروز آن شادتر مرفهتر و امید به زندگی بالاتری دارند یا مردمان دیروزشان در واقع نویسنده روزنامه ابتکار بر ضرورت گسترش روابط آزاد و خروج از انزوای ایران تاکید می کرد و در جنبندی مطلب خود به نقل از یوکیشی فیلسوف ژاپنی نتیجه می گرفت که نمی توان با توصیه های اخلاقی و دعوت به تقوا نظام جهانی را در مقابل خود به کرنش درآورد چرا که این متغیرها برونزا هستند و ما نمی توانیم برای متغیرهای برونزا تعیین تکلیف کنیم که در واقع به نحوی مستطر به تقابل دیدگاه های صوفی صفتانه و مذهب مدارانه فقه ها و سیاست خارجی شخص خامنه ای و بر و بران نقد داشت ادامه آن سوی خبر با رویدادهای داخل ایران با اعلام حضب یارانه نان در ایران علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران از احتمال حضب یارانه نان در آینده نزدیک خبر داد آقای فاضلی در راستای این موضوع و پرداخت یارانه به نانوایی ها را موجب ایجاد رانت غیر معمول دانست و در این باره به خبرگزاری فارس می گفت به دنبال راهکاری هستیم که با کمترین آسیب یارانه ی نان را تا سه ماه آینده حذف کنیم رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت خانواده های پر جمعیت و قشر آسیب پذیر پس از حضب یارانه ی نان گفت مسئولان در حال بررسی راهکارهای کارشناسی در این باره هستند که یکی از آنها افزایش یارانه قشر آسیب پذیر است ادامه برنامه آن سوی خبر با تازه ترین خبرها از بورسیه های غیرقانونی و تایید بورسیه های غیرقانونی که بالاخره پس از مدت طولانی یک نماینده مجلس اقدام وزارت علوم دولت محمود احمدی نژاد را در صدور بیش از هزار مورد بورسیه غیرقانونی تایید کرده است جواد هروی نماینده مجلس ایران گفته است دست کم 1200 دانشجویی که به شکل غیر قانونی دکترا گرفته اند لغو استخدام خواهند شد آقای هروی در گفتگوی با روزنامه شرق گفته است 1888 دانشجوی دکترای بورسیه شده در موضوع تبدیل داخل به خارج تخلف کرده اند و بسیاری از همین دانشجویان با مشکلاتی از جمله کبر سن و شرط معدل یعنی بزرگی سن و شرط معدل و مدرک معادل مواجهند این نماینده مجلس همچنین وجود برخی مسئولان دولت گذشته و نمایندگان مجلس را در میان کسانی که به طور غیرقانونی بورسیه شدهاند تایید کرده است که حکایت از رانت بیشمار در لایه های حکومت جمهوری اسلامی ایران دارد سویه های دیگری از آن سوی خبر تازه ترین اظهار موزه و از آن یک نماینده مجلس مبنی بر این که جمهوری اسلامی به فساد سیستماتیک مبتلا است. احمد توکلی نماینده ی مجلس شورای اسلامی ایران گفته صندوق ذخیره ارزی خالی شده صندوق توسعه نیز رو به خالی شدن است و با لغو همه تحریم ها نیز معجزه ای رخ نخواهد داد و مشکلات اقتصادی ایران حل نخواهد شد آقای توکلی در این رابطه اشاره می کرد صندوق ذخیره ارزی در دوره واگذاری قدرت به دولت یازدهم خالی شد و امروز همان اتفاق برای صندوق توسعه در شرف وقوع است این نماینده مجلس افسوده دولت حسن روحانی به طور مکرر از صندوق توسعه پول برداشته است که بخشی از این برداشت ها با همراهی مجلس بوده است به گفته این نماینده وابسته به اصولگرایان و طیف محافظه‌کاران در صورت لغو همه‌جانبه تحریم‌ها نیز مشکلات اقتصادی ایران با وجود فساد سیستماتیک حل نخواهد شد به گفته ایشان هزینه ی یک سال فساد در ایران 34 میلیارد دلار است که 31 میلیارد دلار آن مربوط به کاهش بهرهوری و سه میلیارد دلار آن مربوط به فرار سرمایه است احمد توکلی سال گذشته نیز اعلام کرده بود جمهوری اسلامی مبتلا به فساد سیستماتیک شده و نهادهای ناظر در این نظام نیز به فساد دچار شده اند لازم به توضیح است که عمده نهادهای ناظر تحت امر رهبری جمهوری اسلامی ایران هستند ادامه اخبار امشب با خبرهایی از موج تند واکنش ها به اظهارات جنجالی هاشمی رفسنجانی با هشدار صادق لاریجانی آمولی پس از فرمانده سپاه به هاشمی رفسنجانی صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه بدون ذکر نام علی اکبر هاشمی رفسنجانی درباره سخنانش درباره وضع زندان‌های ایران هشدار داده است رئیس قوه قضایی می گفت صبر این نهاد قضایی حدی دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا صادق آملی لاریجانی گفت توقع نمی رود کسانی که خود در مسیر انقلاب بودند و برای انقلاب از جان و مال خود سرمایه گذاری کرده سخنانی مطرح کنند که دستمایه ضد انقلاب شود. به گفته ی آیت الله صادق لاریجانی آمولی هرگاه دستگاه قضایی در مقابل فساد اقتصادی و فتنگری ها در مسیر قانون و عدالت ایستادگی کرده حجم فشارها و حجمه ها به آن بیشتر شده است و او اگر چه صلاح نمی بیند بگوید که چه چیزهایی در پشت صحنه این فشار هاست اما صبر قوه قضایی هم حدی دارد لازم به توضیح که به هزار بینندگان برسانیم پیش از این سخنگوی قوه قضایی به سخنان اخیر آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام واکنش نشان داده و گفته بود ادعاهای او چنانچه بدون استناد باشد میتواند در زمره تهمت و تشویش اذهان عمومی قرار بگیرد. هاشمیه رفت سنجانی روز 23 فروردین با انتقاد از برخی جریاناتی که آنها را خشک مقدس ها و دلواپسان خوانده است می گفت که همین گروه که به وجود چند زن بیهجاب در خیابان می پردازند اما نمی گویند ظلم ها چه می شود، زندان های بیجا چه می شود، سرکوب ها چه می شود و حق مردم خوردن ها چه می شود؟ هواشی این سخنرانی پرهاشی از سوی هاشمی رفسنجانی همچنان با موجی از واکنش در رسانه های داخل ایران نیز حتی رسانه های نزدیک به طیف دولت روحانی نیز باستا پیدا کرده و دامن زده شده است از جمله دو وبسایت خورداد و تدبیر رسانه های دیجیتال نزدیک به طیف دولت با لحن و کلام نقادانه و گلای آمیز تازه ترین اظهارات هاشمی رفسنجانی را با حیرت و تعجب وارسی کردند و با قابل پیش بینی دانستن واکنش های رقبای هاشمی می نوشتند اگر بخواهیم بی تعرف و بدون تکلف به نقد این موقعیت بپردازیم باید بگوییم تکرار حملات هاشمی به برخی گروه های سیاسی سی که به شکل طبیعی پاسخ تند آنها را نیز در پی خواهد داشت نتیجه ای جز دو قطبی کردن فضای کشور و آن هم حول محور خود او ندارد در این بخش از برنامه بخش ها و گزیده ای از اظهارات جنجالی هاشمی رفسنجانی رو با هم تماشا می ولی خب همه عواملی که در دنیا هست از خارج و داخل و آدم نادون و آدمای های مقدس و چیزای اینطوری هم پیدا میشن سطحی نگرد به این مسائل توجه نمی میرم میرن سراغ مسائلی فرض کنید همه این مصیبت ما این باشه که مثلا چرا چند تا زن تو خیابون اینجوری ولی این مصیبت نباید باشه اما مسئله اینی که بقیه این مسائل چی ظلم ها چی زندان های بیجا چی سرکوب ها چی حق مردم با... ما چطور به خودمون حق میدیم که اونی که مردم میخوان نگذاریم وارد بشه اونی که مردم نمیخوام رو به زور بیاریم و سر مردم مسلط کنیم این چی میشه؟ نویسندگان این دو وبسایت با طرح سوالاتی مینوشتند هاشمی یک بار دیگر با سخنان روز یکشنبه خود زیر ضرب مخالفان سیاسی اش رفت ذکر خاطره ای از همسر خمینی و حمله او به دلواپسان حمله های متقابلی به دنبال داشت حمله هایی که انجام آنها بعد از این سخندانی از روز هم روشن تر بود سوال جدی از منظر نویسندگان این دو وبسایت نزدیک به طیف دولت این است که این زد و خورد ها بین هاشمی و مخالفانش میتواند چه رهاوردی برای گشایش فضای سیاسی داشته باشد نویسندگان این وبسایت ها در بخش دیگر از این گلایه نگاشت با اشاره به کلام بغزالود هاشمی که ورود خود به انتخابات ریاست جمهوری را خواست همسر خمینی میدانست در نقد آشکار به ایشان مینوشتند سؤالی سوالی که سخت می توان برای آن جوابی یافت این است که شخصیتی چون هاشمی رفسنجانی با آن سابقه دیرین و نقش پررنگ که در انقلاب داشت چه نیازی دارد تا موافقت چهرههایی چون همسر امام را به تصمیم خود برای ورود به انتخابات ذمیمه کند آیا اگر آن موافقت و حمایت همسر حضرت امام نمی بود سال 84 هاشمی وارد انتخابات نمی شد و آیا اینکه دیگر نامزدهای ریاست جمهوری که در دوره های دیگر چنین موافقتی نگرفته اند نشان از قدم های لرزان آنها در ورود به پروسه انتخابات است سوال دیگر اینکه مگر سابقه و پیشینه و نفوذ هاشمی رفسنجانی در انقلاب و نظام اینقدر ضعیف است که بخواهد این چنین به انتخابات ورود پیدا کند بعد مثلا دوم در سال 84 من واقعا یک میلی بدنم راضی نبود که بیام در رقابت‌های انتخاباتی وارد بشم بعد دولت آقای خاتمی بود و انتخاباتی برای رئیس جمهور بعد می گفتم همه اما میدونستم من نمیخوام بیام سخنرانی ها بود ملاقات ها بود فشار ها بود خانم و امام من خواستم فرمودن که امام این انقلاب رو به دست شما و دوستانتون دادن شما الان بخواید به دست کی بسواری میدونی اینا کی هم چه کار خواهند کرد با انقلاب. من واقعا از اون حرف ایشون تکون خوردم عشق تو چشمم اومد و بیرون اومدم رفتیم قبول کردیم بریم اسم بنویسیم که نشانگر این, این مدل نوشتن در وبسایت های نزدیک به دولت نشانگر ایجاد شکاف بین طیف روحانی و حتی هاشمی است در سوی دیگر روزنامه ابتکار گزارش داد که هاشمی رفسنجانی در تازه ترین اظهار نظر خود نسبت به حجم گسترده حجمه ها علیه خود می گفت که نگران نیست هاشمی رفسنجانی در پاسخ به نگرانی یکی از سرداران در خصوص موج جدید حجمه رسانه ای علیه ایشان می گفت نگران این حجمه نیستم و همه این حرفا را سابق نیز گفته بودم اما جریان های افراطی در این شرایط احساس نگرانی بیشتری می کنند. وی به اقدام توهینآمیز گروهی که چند سال قبل در آرامگاه خمینی مانع سخنرانی حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی شده بودند اشاره کرد و در نقد و گلای لحن تنامیز می گفت همین گروه پیاده نظام دلواپسان امروزند. خبرها را با چند رویداد حقوق بشری ادامه می دهیم. انتقال یک زندان سیاسی به بیمارستان و سپس بازگرداندن وی به زندان. مصطفى عزیزی، داستان نویس و تهیه کننده سابق صدا و سیمای ایران که از بهمن ماه سال گذشته در زندان اوین به سر می برد به دنبال وخامت اوضای جسمانیش برای ساعاتی به بهداری زندان اوین منتقل شد. یک منبع نزدیک به آقای عزیزی به ایران فردا گفت که آقای عزیزی به دلیل افت فشار خون از حال رفت که به بهداری زندان اوین منتقل شد اما در نهایت پس از چند ساعت بار دیگر به زندان بازگردانده شد به گفته این منبع آقای عزیزی از بیماری های متعددی همچون بیماری دیابت، قلب و روماتیسم نیز رنج می‌برد. آقای عزیزی که در بند دوی الف زندان اوین که وابسته به سپاه پاسداران است نگهداری می شود اکنون در بند هشت این زندان به سر می اتهام آقای عزیزی توهین به رهبری توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام است آقای عزیزی که از سال 2010 در کانادا اقامت داشت پس از بازگشت به ایران بازداشت شد ادامه خبرها با لغو بنهای خرید کتاب در نمایشگاه بین المللی عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد گفت در 28 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بن رایگان کتاب توضیح نمی شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا صالحی گفته است این تصمیم با رهنمودهای وزیر برای اصلاح وضعیت توزیع یارانه های نشر هدف این یارانه ها کاستن خطاهای احتمالی و اطمینان از مصرف این بنها برای خرید کتاب اتخاذ شده است بنابراین گزارش تعداد محدودی بون کتاب برای اهل قلم و به نام آنها منظور شده و بقیه بنها با مشارکت سازمن ها و نهادها در نمایشگاه توضیح خواهد شد صالحی با اشاره به افزایش اعتبار بون کارت الکترونیک دانشجویان و طلاب در این دور از نمایشگاه می گفت بون مشارکتی دانشجویان و طلاب نه تنها به قوت خود باقی بوده بلکه در سال جاری با افزایش سی درصدی به مبلغ چهل هزار تومان افزایش پیدا کرده است. همچنین به منظور توزیع عادلانه بونکارت های الکترونیک برای اولین بار در توزیع آن سهمی بندی منطقی اعمال خواهد شد. 28 مین نمایشگاه بینال المللی کتاب تهران از تاریخ 16 هم تا 26 اردی بهشت ماه سال 94 گویا به روال معمول همه سال در مسلای تهران برگزار می شود. ادامه برنامه آن سوی خبر با خبرهای از حوزه هنر و فرهنگ با ادامه مشکلات اپرای عروسکی سعدی بهروز قریپور کارگردان اپرای عروسکی سعدی گفته است مسئله صدور مجوز برای این اثر همچنان حل نشده است آقای غریپور درباره آخرین وضعیت اپرای عروسکی سعدی که قرار بود روز اول اردیبهشت همزمان با روز بزرگداشت سعدی در شیراز به صحنه برود می گفت زمانی مسئله از نظر من حل شده است که هم مجوز اجرا دستم باشد و هم بنیاد رودکی به عنوان تهیه کننده ی کار تعهدات خود را در قبال پرداخت اقساط گروه انجام بدهد که تا کنون این دو اتفاق نیفتاده است وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران به دلیل استفاده از صدای زن برای یک عروسک با اجرای این نمایش گویا مخالفت کرده است غریپور در پاسخ به این پرسش که در این شرایط سرنوشت سفر شیراز چه خواهد شد به ایسنا گفت طبیعتا به دلیل تعلل در صدور مجوز سفر شیراز انجام نمی شود پیش از این برای گروه ما هتل رزرو کرده و بلیت گرفته بودند اما بعد از مشکلاتی که برای اجرا پیش آمد آن را لغو کردند و حالا باید دوباره هتل و بلیط بگیرند اما در حال حاضر هیچ چیزی دستم نیست تا مشخص شود که مشکل اجرای این اثر حل شده است ادامه برنامه آن سوی خبر با جدالهایی از جهان دیجیتالی با ادعای اتحادیه اروپا علیه گوگل اتحادی اروپا شرکت گوگل را به سوء استفاده از انحصار کامل خود بر جستجوهای اینترنتی متهم کرد و تحقیقاتی را هم در مورد سیستم عامل اندروید متعلق به این شرکت به جریان انداخت. این اقدام پرونده قضایی 5 ساله علیه گوگل به خاطر نقض مقررات رقابت عادلانه در مرزهای این اتحادیه را پیچیدهتر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در پایان تحقیقات اگر ثابت شود که شرکت گوگل مقررات را در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا نقض کرده است ممکن است میلیاردها دلار جریمه شده و سالها نیز در یک کشمکش قضایی درگیر شود اتحادیه اروپا می تواند گوگل را رقمی معادل 10 درصد از درآمد سالانش یا حدود 6 میلیارد دلار جریمه کند و این شرکت را مجبور نماید تا شیوه فعلی خود در توصیه ویب سایت ها به کاربران را در محدوده اتحادیه اروپا تعلیق کند. کمیسیون اروپا با اعلام این خبر می‌گفت نتایج بررسی این نهاد ثابت کرده است که گوگل هنگام توصیه به مراجعان جستجوی اینترنتی خود همیشه وبسایت هایی را در اولویت قرار می دهد که در فهرست خرید گوگل قرار دارند. مارگارت وستگر مسئول نظارت و رقابت تجاری در کمیسیون اروپا می گفت این موضوع یک مشکل جدی است چون وبسایت جستجوگر گوگل در اروپا انحصار کامل دارد. سهم گوگل از جستجوهای اینترنتی در اروپا 90 درصد است در صورتی که در آمریکا 70 درصد این بازار را در کنترل خود دارد و در ادامه برنامه آن سوی خبر تک خبری از داعشیون در سرزمین شامات و سوریه داعش اردوگاه یرموک را تخلیه کرد به گزارش خبرگزاری ها نیروهای دولت اسلامی موسوم به داعش اردوگاه الیرموک را ترک کرده اند و به محل استقرار سابق خود شهر حجرالاسود بازگشتند به این ترتیب جبهه النصره گروه اصلی باقی مانده در اردوگاه فلسطینیان واقع در سوریه است هدف حمله داعش به اردوگاه الیرموک بیرون راندن نیروهای گروه انصار بیت المقدس از این اردوگاه بوده است عناصر داعش با حضور در اردوگاه الیرموک پایگاه استراتژیکی در نزدیکی شهر دمشق برای خود ایجاد کرده بودند پیش از شروع جنگ سوریه در سال 2011 میلادی اردوگاه الیرموک محل سکونت 160 هزار فلسطینی رانده شده از سرزمین های اشغال شده توسط اسرائیل در سال 1948 و نوادگان آنها بوده است و برنامه امشب رو در واقع در پایان با رویدادی ورزشی برنامه آنسوی خبر رو پی میگیریم سکوت کیروش در قوقای نقد های رسانه ها سرمربی تیم ملی فوتبال ایران یک روز پس از نشست خبری جنجالی خود تصمیم به سکوت گرفت. به گزارش ایرنا، کاردوس کیروش روز گذشته پس از جلسه با علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال درباره صحبت‌های روز قبل خود گفت: هیچ صحبتی درباره حرف‌های دیروز ندارم. زیر آن حرف‌ها تمام شد و اگر به دنبال شنیدن آنها هستید، فیلم صحبت‌ها و صدای ضبط شدهام موجود است. آقای کیروش گفته بود از روی اجبار و با عنوان گروگان در ایران مانده است آقای کیروش می گفت نظرات دیروز من کاملا منعکس شد و امروز روز دیگری است و هیچ صحبتی ندارم که بخواهم به صحبت های روز گذشته هم اضافه کنم اکنون زمانی است که باید کمی صبر داشت سکوت کرد و ساکت ماند تا به تیم ملی کمک کنیم همچنین روزنامه اعتماد در صفحه یک شماره امروز خود به معمای پشت پرده قرارداد این مربی فوتبال اشاره داشت و با این رویداد وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسد تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و سویه هایی تازه تر از آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود